ویروس ارگانیسم زنده نیست، بلکه یک مولکول پروتین دی این ای هست که توسط یک لایه محافظ لیپید یا چربی پوشانیده شده است که در صورت جذب سلول‌های مخاطی چشم و بینی کد ژنتیکی یا جهش آنها را تغییر می‌دهد و آنها را به سلول‌های متجاوز و قابل تقسیم تبدیل می‌کند. سلام، به کانال آی بی خوش آمدید. اگر تو هنوز چینل یوتیوب آی بی را سابسکرایب نکرده اید، همین حالا روی دکمه سابسکرایب کلک کرده و دکمه زنگوله را نیز فعال نگه دارید. از آنجا که ویروس یک ارگانیسم زنده نیست، بلکه یک مولکول پروتئین هست، کشته نمی شود بلکه به تنهایی تخریب می شود. زمان فروپاشی به حرارت، رطوبت و نوع ماده‌ای که در آن قرار دارد بستگی دارد. ویروس بسیار شکننده هست. تنها چیزی که از آن محافظت می کند یک لایه خارجی چربی هست. به همین دلیل هست که هر صابون یا مواد شاینده بهترین راه حل هست. زیرا فومیابی صابون چربی را کاهش می دهد. به همین دلیل شما باید به مدت 20 ثانیه یا بیشتر برای ایجاد کف دستها را به هم دیگر بمالید. با حل کردن لایه چربی، مولکول پروتئین به تنهایی پراگنده و تجزیه می شود. حرارت چربی را ذوب می کند. به همین دلیل استفاده از آب بالاتر از 25 درجه سانتیگراد برای شستن دستها، لباسها و همه چیز بسیار خوب است. علاوه بر این، آب گرم باعث ایجاد کف بیشتر می شود و همین امر باعث مفیدیت تر شدن آن می شود. الکل یا هر نوع مخلوط یا الکل بیش از 65% چربی ها را حل می کند، و خصوص لایه چربی خارجی ویروس. هر مخلوط با یک قسمت مواد سفید کننده یا بلیچ و 5 قسمت آب به طور مستقیم پروتئین را حل می کند. آن را از داخل می شکند. آب اکسیژندار مدت زیاد پس از صابون، الکل و کلورین کمک می کند. زیرا پراکسید پروتئین ویروس را حل می کند. اما شما باید از آن خالص استفاده کنید، ولی می تواند به پوست شما آسیب برساند. مواد ضد باکتریا برای از بین بردن ویروس مؤثر نیست. ویروس ارگانیسم زنده مانند باکتریا نیست. به همین لحاظ شما نمی توانید از آنتی بیوتیک برای کشتن آنچه را که زنده نیست استفاده کنید. ولی با موادی که در بالا ذکر شد می توان آن را از بین برد. هرگز لباس یا پارچه استفاده شده یا استفاده نشده را تکان ندهید. ویروس فقط بعد از 3 ساعت بروی پارچه از بین می رود. 4 ساعت بروی مس، زیرا به طور طبیعی ضد عفونی کننده هست، و چوب، زیرا همه رطوبت را از بند می برد. 24 ساعت بروی کارتن و 72 ساعت از روی پلاستیک از بند می رود. اما اگر آن را تکان دهید یا از یک برس یا جروب پر استفاده کنید، مولکول های ویروس حداکثر 30 ساعت در هوا شناور می شوند و می توانند در بینی شما جای بگیرند. مولکول های ویروس در سرمای بیرون یا در سردی سیستم های تهویه یا کولرها در خانه ها و موتورها بسیار قوی میمانند. آنها برای پایداری به تاریکی و رطوبت نیاز دارند. بنابراین محیط های کم آب، خشک، گرم و روشن سریعتر آنها را تخریب میکنند. اشعه ماورای بنفش پروتئین ویروس را تجزیه کرده آن را تخریب میکند. به طور مثال برای ضد عفونی کردن و استفاده مجدد از ماسک مناسب است. سرکه مفید نیست، زیرا باعث از بین رفتن لایه محافظ چربی نمی شود. ودکا ویروس را از بین نمی برد. قوی ترین ودکای الکل 40% دارد، ولی برای از بین بردن ویروس ما به الکل 65% نیاز داریم. هرچی فضا محدودتر باشد، غلظت ویروس بیشتر می شود. هرچی هوای بازتر یا به طور طبیعی تهویه شود، ویروس کمتر می شود. باید قبل و بعد از لمس مخاط، مواد غذایی، قفل‌ها، دستگیره‌ها، سویچ‌ها، ریموت، موبایل، ساعت، میز و تلویزیون و غیره دست‌های خود را بشویید. بعد از شستن دست‌ها را باید خشک کرده چرب نمایید. چون شستن زیاد جل را خشک ساخته باعث کفیدگی آن می‌شود. ویروس می‌تواند در کفیدگی دست جا بگیرد. ناخن‌های خود را کوتاه نگه دارید تا ویروس در زیر آن پنهان نشود.